سلام صبحتون بخیر چهار شنبه است مهر ما. یه جورای بین و تعطیلینه ولی ما اینجا هستیم که مرور بکنیم خبرهای مهمی که طی دیروز که تعطیل بود اتفاق افتاد و همینطور روزنامه های اندکی که امروز چاپ شدن رو با هم دیگه یه مرور میکنیم و بینیم که تو شبکه های اجتماعی چه خبر بوده راستش یکی از اصلی دلایلی که ما این برنامه رو گفتیم از دست ندیم امروز گزارشیه که منتشر شده در رابطه فساد مالی رؤسای جمهور و پادشاهان و مقامات و مسئولان کشورهای مختلف اول این رو بگم که این گزارش رو که به اسناد پاندورا معروف شدن کنسرسیوم به بین روزنامه نگاران منتشر کرده که روزنامه های مثل واشنگتن پست و گاردین توش خیلی نقش داشتن الان هم گزارش اصلی رو مثل اینکه نیویورک تایمز منتشر کرده گزارشی که خب خیلی سر و راه انداخته نشون میده که مخصوصا در حوزه املاک و مستقلات پادشاهان و رؤسای جمهور کشورهای مختلف چه وضعیتی دارن و چقدر قوانین مالیاتی رو دور زدن چه پولهایی جابجا شده مثلا نکات جالبی که حالا کلا این ماجرا نکات جالب زیادی داره که من به تو پیشنهاد میکنم که حتما سرچ بکنیم و گزارش کامل رو مطالعه بکنیم اما به عنوان مثال یک کسی که خیلی پاش مثل این که توی این ماجرا گیره پادشاه اردن هست ملک عبدالله دوم که گویا مثلا در 35 نقطه مختلف اقدام به خرید املاک و مستقلات مثلا خیلی لوکس و فوق لوکس کرده اون هم در به شکلی که خب خیلی واضح و شفاف نبوده ضمن که گفته میشه که در بزرگترین بهشت های مربوط به فرار مالیاتی جهانیشون حساب های خیلی خیلی کلان داره خب این مسئله در حالی اتفاق افتاده که از پارسال کشور اردن که یه سیستم پادشاهی داره به شدت داره روی مبارزه با فساد مانور میده به شدت مقاماتی که مستقیما از طرف پادشاه اردن منصوب میشن دارن با فساد به اصطلاح مبارزه میکنن دارن میگن که مخصوصا حالا نکته جالب اینه که گفته شده که از 2020 به این طرف کشور اردن خیلی شدیدا داره با شرکت های پوششی مقابله میکنه شرکت هایی که میان ساخته میشن تا افراد بتونن معاملاتی رو تحت اسم اونها انجام بدن که حالا یا با شخصیت حقیقیشون نمیتونن یا مثلا با یکی دو تا شرکتی که براشون به شکل شفاف کار میکنه نمیتونه این کار رو انجام بدن جالب اینه که خود ملک عبدالله دوم الان چند ده شرکت پوششی ثابت شده که داره و داره در سراسر جهان با این شرکت های پوششی معامله میکنه خب این خیلی زیر فشار برده پادشاه اردن رو و مشخصی که دقیقا چه اتفاق بیفته اما ایشون در این ماجرا تنها نیست اسم خیلی همین آقای الهام رئیس جمهور آذربایجان که این روزا حالا به واسطه تنش هایی که بین ایران، ارمنستان و آذربایجان به وجود اومده و البته یک طرف ماجرا هم ترکیه هست اسمش رو زیاد میشم ولی این آقا گویا نه تنها خیلی حسابی تو کار خرید و فروش ملک مخصوصا تو انگلستانه بلکه مثلا یه ملک چند میلیون پوندی همین اخیرا به اسم حیدر پسر 11 سالش شده ولی بشه به این شکل که اولی که از آشناهای نزدیکشون خریده و بعد منتقل شده به پسر 11 ساله آقای علیوف و از این دست مسائل اسم پوتین رو ما میشنویم که یه سری زیرو رو کشی های مالی داشته که حالا خود اونها این که برای چه هدفی بوده و چطوری بوده بازی آوریزی دیگه برای آقای پوتین درست کرده اسم تونی بلر رو میشنویم خیلی ها از کشورهای کوچیک و بزرگ پاشون توی این ماجرا گیره و یه جورایی حالا اگر ما بخش جالب بودن ماجرا فراموش کنیم حقیقتا ناامید کننده و حقیقتا ناراحت کننده است که تو جهانی که هر روز داره تلاش های بیشتری میشه به ظاهر برای شفاف سازی برای جلوگیری از فرار مالیاتی برای جلوگیری از پولشویی ما یهو میبینیم که سردمداران و کسایی که جهان رو دارن میچرخونن با همچین فضاحتی مواجه میشن البته خب خیلی از کشورها جاشون خالیه در این گزارش کشورهایی که احتمالا یا به مثلا محققان کنسرسیوم روزنامه نگاران اجازه تحقیق ندادن یا اینکه حالا اطلاعاتشون فضای بسته ای داره و آزادانه نمیچرخه مر... مسائل مربوط به اسناد و املاک و خرید و فروش ها و اینا که بشه از توش نکته ها رو بیرون کشید بنابراین اگه اوضاع بدتر از این چیزی که این گزارش نشون میده نباشه بهتر نیست از اون طرف این ماجرا رو که بگذاریم کنار میبینیم که یه سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان اعلام کرده که درخواست ایران برای اینکه اول دولت آمریکا باید ده میلیارد دلار قرامتی رو که حالا قرامت که نمیشه گفت دارای های بلوک شده ای ایران در آمریکا هست رو به ایران پس بده و بعد پای میز مذاکرات بیاد پذیرفتنی نیست و ایران نمیتونه شرط دیگه مضاف بر اونچه که در برجام بوده تعیین بکنه و اگر هر طرف بخواد هیچ شرط تعیین بکنه نمیشه اصلا پای میز مذاکره نشست خلاصه آلمان این شکلی به ماجرا واکنش نشون داده یه خبر جالبی هم که من دیدم اینه که دادگاه عالی هند تصمیم دولت این کشور رو در رابطه دادن قرامت به کسایی که عزیزانشون رو نزدیکانشون رو در کرونا از دست دادن تایید کرده حالا این قرامت چقدره 670 دلار برای هر فردی که یکی از نزدیکانش رو به این شکل از دست داده یکی که سی روز بعد از تشخیص جون باخته باشه و دوم اینکه تو بیمارستان تحت مداوا قرار گرفته باشه اما خوب نشده باشه یعنی اینکه از وقتی که تشخیص گرفته سی روز بعد فوت کرده باشه نشون که نشون میده که کادر درمان و کلا حالا سیستم در بهداشت درمان در هند فرصت داشتن که نجاتش بدن و دوم که در بیمارستان جون داده باشه اگر این دو حالت باشه به بازماندگان فرد متوفی 670 دلار دولت هند قرار شده که قرامت بده غیر از بحث های حالا کشورهایی که تحت عنوان بیمه و بیمه عمر و اینا به افراد هزینه های از این پول های از این دست میدن به نظر میرسه هند اولین کشوری که در رابطه با دادن قرامت به بازمانده های پاندمی عجیب غریب کرونا پیش قدم شده احتمالا توقع داشتیم که اسم کشورهای دیگه ای رو که حالا تو سطح تو حوزه رفاه خیلی فعال هستن مثل کانادا مثل حالا شمال اروپا اینا رو بشنویم که از این کارها بکنن اما میبینیم که هند در این راستا پیش قدم شده میریم سراغ روزنامه های معدودی که امروز در بین تعطیله منتشر شدن با روزنامه دنیای اقتصاد شروع میکنیم با تیتر بحران در کمین اقتصاد ترکیه و که به این پرداخته که اوضاع اقتصادی همسایه غربی بر اساس شاخص مهم رو بررسی کرده و دیده که تمام مسائل اما سیاست های بانک مرکزی این کشور سیاست های خارجیش و مسیر اقتصادیش که از ریل اصلی خارج شده نشون میده که اقتصاد کشور همسایه به یک طرناک نزدیک میشه شاید این برای کسانی که در این کشور برای ایرانی هایی که در این کشور سرمایه گذاری کردن از طریق املاک یا هر چیز دیگه ای خب به حال مطلب مفیدی باشه و به با اونها یه گرایی بده در رابطه با اینکه باید چه بکنن با سرمایهشون حالا اگر مایلن که نگه دارن اگر نه که نه و سرمایهشون رو خارج بکنن از کشور ترکیه عکس یک روزنامه دنیای اقتصاد همطور که میبینید به همین گزارشی که منتشر شده توسط کنسرسیوم روزنامه نگاران تعلق داره با تیتر بزرگترین افشاگری قرن از ملک عبدالله دوم تا الهام علیوف سیاستمدارانی که ثروتشون رو پنهان کردن روزنامه آرمان ملی هم با تیتر باز هم سفرهای قرمز به این پرداخته که سفرهایی که تو این چند روز تعطیلی اتفاق میفته چه تبعاتی خواهد داشت و آیا ما باید منتظر پیک شیشون باشیم یا نباشیم روزنامه آرمان ملی با زیر تیتر ورود 51 هزار زائر بدون تست و سفر میلیونی به شهرهای قرمز میتواند کشور را با موج جدید کرونا روبرو سازد به استقبال بحرانی که احتمال میده بهش رو به رو باشه رفته روزنامه آرمان ملی که خب از قدیم یه ارتباط و نزدیکی با سازندگی و حالا شخص آقای مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی و بعد هم بازماندگانشون داشته در این شماره هم سراغ فاطمه هاشمی دختر مرحوم هاشمی رفته و باهاش مصاحبه کرده بخشی از حرفای ایشون رو تیتر کرده که نوشته از تحریف خسته نشدید این مصاحبه واکنشیه به صحبت‌های جدید آقای مصباحی مقدم که اخیراً گفته که چی شد که آقای رفسنجانی به مراسم تحلیف احمدی نژاد تو سال 88 نیمدن اعلام کرد که حتی از دفتر رهبری با هلیکوپتر رفتن محلی که آقای هاشمی رفسنجانی بودن دیدن ایشون نیستن و بعد هم دخترشون گفتن که دستتون به پدر من نمیرسه که ببرینش مثلا مراسم تحلیف و آخرم مجبور شدن که آیت جنتی سر جای آیت هاشمی بشینه در این مراسم حالا خانم فاطمه هاشمی به این حرف واکنششون داد و گفته که بس دیگه مثل که باید دیگه از تحریف خسته بشین و از این صحبت ها روزنامه آفتاب هم با تیتر در جمع مردم منهای تشریفات به سفرهای رئیس جمهور پرداخته و نو... رو تیترش اینه او رئیسی بدون تشریفات است یا حالا نمیدونم با تا که بعد رئیسی الان تعجب گذاشته ما باید اینجوری بخونیم یا بعد اینجوری بخونیم که او رئیسی بدون تشریفات است یعنی سعی کرده یه بازی بکنی ولی خب این بازی به با اون علامت تعجب اونجا خیلی جور در نمیاد بعدم زیرتیت نوشته که این روزها امید در چشمان مردم است که رئیس جمهور بدون تشریفات و با رئیس جمهور بدون تشریفات و با انگیزه را در میان خود میبینند تا از مشکلات خود بگویند روزنامه آفتاب یه عکسی رو هم به آقای فتحعلی اویسی اختصاص داده که ما الان باید با پیشوند مرحوم ازشون یاد بکنیم ایشون از دست رفتن و خب خیلی ها از دیروز تو شبکه های اجتماعی شروع کردن به خاطر بازی با اون چه که به عنوان میراث هنری از ایشون باقی مونده و خب خیلی همه متاثر شدن به خاطر از دست دادن این بازیگره که خب خیلی ها با اون محصولاتی که ایشون در اونها حضور دارن خاطره های زیادی دارن روزنامه ایران ارگان دولت دیگر روزنامه بوده که امروز در اومده با تیتر احیای جهاد سازندگی به ماموریت رئیس جمهور به معاون اول پرداخته ماموریتی که بهش گفته که 20 روز ساز و کار و ساختارهای طی 20 روز باید ساز و کار و ساختارهای احیای ماموریت های جهاد سازندگی تدوین بشه و تحویل داده بشه عکس یک روزنامه ایران هم طرحی هست از قهرمانان کشتی آزاد ایران که خب ایران مقام سوم رو به دست آورد با اینکه خب از نظر داشتن طلا و نقره و اینها خیلی با دو رقیب اصلیش یعنی آمریکا و روسیه تفاوتی نداشت اما اون چه که روسیه رو قهرمان در واقع به مقام اول در جهان رسوند میزان برونزهای بیشتری بود که نسبت به آمریکا و ایران داشت اما خب به حال این هیچی از احترامی که ما به این قهرمان ها میذاریم کم نمیکنه به خاطر همه لحظه های خوبی که برای ما ساختن امیدوارم که روز فرصتی بیشتری داشته باشید برای که به اکو ایران سر بزنید و آخر هفته خوبی هم در انتظارتون باشه